با سلام و احترام فراوان خدمت تمامی عزیزان حاضر در جلسه و دوستان و همراهانی که ما را از طریق اتاق زوم و همچنین یوتیوب و رادیو بشریت به صورت زنده دنبال می‌کنند. جلسه کمیته پژوهش قانون دفاع از حقوق بشر در ایران را امروز در تاریخ 31 جولای سال 2022 مصادف با 9 مرداد ماه 1401 در ساعت 18:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی آغاز. در ابتدا عرض میکنم که جلسه به صورت هماندیشیه و تریبون آزاد. موضوع جلسه حقوق شهروندی در کدام جمهوری با کدام مهمان جلسه‌مون هم جناب آقای جهانگیر گلزار هستن، تحلیلگر و فعال حقوق بشر. من کوتاه دستاندرکاران رو معرفی می‌کنم. منشی جلسه خانم بیرجندی، مسئول صدا و تدوین خانم شاهسونی و ادمین‌های جلسه هم خانم‌ها زهرا رفایی و ایراندخت کیا. دوستانی که میخوان نظراتشون رو بیان بکنن لطفاً 3 دقیقه رو مد نظر داشته باشن تا وقت به تمامی دوستان برسه و بتونیم از نظرات تمامی دوستان استفاده ببریم. پیش از همه صحبت‌ها جناب آقای گلزار در خدمت شما هستیم با مقدمه‌ای از شما. ممنون. سلام دارم خدمت شما عزیزان و خیلی خوشحال هستم که مجدداً در جمع شما هستم. بنابر خواست شما قرار بوده که راجع به حقوق شهروندی صحبت کنیم. در جلسه گذشته حقوق شهروندی که نظام حاکم بر ایران ارائه داده رو در سامانه‌ای که جمهوری اسلامی هست و با محوریت ولایت فقیه، اون رو توضیح دادم که در این سامانه که درست شده، در حقیقت وقتی شما یک محوریت دارید ولایت فقیه که او حاکم است، برتری داره بر بقیه اجزایی که در اون قانون اساسی نوشته شده و اختیارات مطلقه داره، اجازه نمیده که حقوق شهروندی عملی بشه و در حقیقت حقوق کودک به همین طور، حقوق زنان که در حال حاضر شاهد هستیم باز به همین طور، یعنی نمیتونه در این سامانه ای که استبداد رکن اصلیشو داره، فرق نمیکنه هر جمهوری درست بشه و هر نوع سیستمی درست بشه که یک نفر یا یک حزب یا یک ایدئولوژی یا یک دین محوریت قرار بگیره در او اجازه نمیده که جامعه بخش اعظمش از حقوق خودش برخوردار بشه. چرا نمیذاره؟ برای که اون محوری که درست میشه باید تمام اون سامانه در تناسب عمل بکنه با اون قدرتی که در حقیقت محوریت داره. خدمتتون عرض کردم میتواند دین باشه، یه عده میشن متولی اون دین، مثل در حال حاضر که اینها میگوین ما متولی دینی هستیم و به دروغ در حقیقت، یا میگویند که مثلا یکی بیاد بگه من متولی طبقه کارگر هستم، باز هم به دروغ میاد. وقتی شد به قدرت رسید حاکم میشود، یا انواع و اقسام اینها هست که یکی بیاد بگه من نظامی هستم، من پادشاه هستم، من سید هستم، یا به هر دلیل دیگه. پس بنابراین اون سامانه خیلی مهمه. در حال حاضرم جاهای مختلف راجع به اینکه چه نوع سامانه‌ای برای آینده نظام در نظر گرفته بشه گفتگو میشه، ولی به عمق قضیه پرداخته نمیشه. مثل اینکه شما بخواید یه دونه شرکت بزرگی بزنید، تمام مدت راجع به اینکه رنگ ساختمان چی باشه، چند تا اتاق داشته باشه، تلفن توش باشه یا نباشه، اینا حرف میزنه. در صورتی که هنوز مشخص نیست که بر اساس چه نوع نظر و ایده‌ای می‌خواهید که اونجا مدیریت بشه، چه چیزی رو می‌خواید تولید کنید، اون باید مشخص بشه. تا زمانی که مشخص نکردید
اون ظرفی که اون شرکت هست اصلا به اصطلاح بی ارزشه، میتونه بر اساس سامانه که میخواد درست کنه دو تا اتاق نیاز باشه، میتونه نیاز باشه که 1000 تا اتاق براش باید بسازه و امکانات دیگری. پس بنابراین اون سامانه خیلی مهمه. در جلسه گذشته راجع به سامانه صحبت کردیم و گفتیم سامانه ای که نظام ولایت فقیه ساخته و در طول این 40 و چند سال این رو هی قوام داده، مثلا 1 حراست بوده حالا شده 16 تا، سپاه بوده 2000 تا دونه توش خدمت میکردن حالا میگن 200,000 تا، بسیج اصلا اول انقلاب اصلا وجود نداشته، کمیته ها بودن، الان نگاه کنید میگن 15 تا وزارتخونه در درون خودش داره که عمل میکنه. و اگر نگاه بکنید قبل از اینکه بخواد انقلاب پیروز بشود، پیشنویس قانون اساسی اصلا توش ولایت فقیه وجود نداره، جمهور مردم محور است، شده تبدیل شده به نظارت فقیه. آقای خمینی داشته با 3 اختیار البته مطلقه عمل میکرد، بعد آقای خامنه‌ای شده ولایت مطلقه فقیه، یعنی ولی مطلقه شده با اختیارات فوق قانون. پس بنابراین میبینید این روندی که طی شده هر چقدر گذشته هی تحول رو ناممکن میکنه. اینه که الان جامعه هم فریادش بالاست که آقا این وضعیت اجتماعی نابسامانی ها بیش از حد، اقتصادی بیش از حد، و خب یک فریادی باید بلند بشه که خواهان تغییر و تحول ستون پایه های قدرت. من امروز میخوام با این مقدمه که گفتم برای کسانی که جلسه قبل در اتاق نبودن با ما در این گفتگو نبودن به او بپردازم. پس بنابراین ما برای وطنی که داریم یک سامانه باید پیشنهاد کنیم. این سامانه که پیشنهاد میکنیم برای مدیریت کشور به مسئله در حقیقت یک قوه مجریه داره که این قوه مجریه باید که در خدمت مردم امور مردم رو اداره کنه، از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، داخلی، خارجی رو باید اداره کنه. یه قوه مقننه داره که باید در جهت حقوق مردم قوانینی رو تصویب کنه، بودجه های رو تصویب کنه که عمران طبیعت درش باشه و رشد اقتصادی مردم، رشد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی در اون هدف عمل کنه. در حال حاضر در هدفش هست ماندگاری نظام، درسته؟ مثلا مسئله حجاب که مسئله است، میگن اگر که این نظام حجاب رو برداره نظام رفته، مثل که آخرین سنگرش. بقیه چی کارام همینطوره، همه چیزو بر اساسی که نظام بماند. چی بمانه؟ اون پیکره بزرگی که از استبداد ساخته شده، مثل بقیه استبدادها که ساخته میشه به همین صورت. خب حالا بعد میایم یه قوه قضاییه داریم. بسیاری میگن خب آقا این چه قوه قضاییه؟ وکالتش درست نیست، دادستانیش درست نیست، قضاوتش درست نیست، حجم پرونده ها بیش از حد، خشونتی که در قوه قضایی اجرا میشه حد نمیشناسه، اعدام هست، شکنجه هست، تحقیر هست، تهمت هست، ناروا، همه چینا هست. دزدی در قوه قضایی که باید دفاع کنه از حقوق مردم، خودش مرکز دزدی و فساد و نابسامانی شد. یه چیز دیگه هم که بسیار امریز اساسی رسانه هاست. رسانه ها، قاعده رسانه ها اینه که در خدمت مردم باید باشن، که آنچه که اتفاق میفته از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی در خدمت مردم اطلاع به اونها بدن، تحلیل بدن، نقد بدن. در حال حاضر ما میبینیم که این عمل نمیکنه. چرا؟ برای اینکه اگر که مثلا اقتصاددان ها رفتن پیش آقای احمدی نژاد اون زمان حرف زدن، پیش آقای روحانی هم رفتن حرف زدن، اینها بعد از اینکه ازشون تشکر بکنن بگن چی گفتن، یدشون رو میگیرن زندان هم میکنن یا تهدیدشون میکنن. پس بنابراین آنچه که باید اتفاق بیفته اتفاق نمیفته که نقد است و بررسی تا مردم بتوانن در جریان امور قرار بگیرن، نقش پیدا کنن. خب حالا ما یک سامانه پیشنهاد کردیم به جامعه ایران، جمعی هم که هستیم جمع حقوق بشر هستیم، میگیم یک سامانه، یک سری اصول راهنما باید داشته باشه یک جمهوری.
بدون اصول راهنما که نمیتونه کار کنه. این اصول راهنماش چیه؟ اصول راهنماش همش حقوقه، حقوق انسان است، حقوق طبیعت، حقوق شهروندی است، حقوق اقوامی که در اون کشور زندگی میکنن و حقوق اون وطن به عنوان عضو جامعه جهانی، یعنی رابطه که با بقیه کشورها میخواد برقرار کنه بر اساس حقوق بین الملل که تناسب دارد با حقوق انسان و طبیعت وطن. خب این پس باید یک سامانه جدیدی داریم تعریف میکنیم. در این سامانه جدید آنچه را که ما تعریف کردیم 248 اصل فقط اصل راهنماست که اون دولتی که قوه مجریه هست و اون قوه مقننه باید این به این بر اساس این اصول عمل کنن، نمیتونن به دلخواه خودشون برن هر کاری میخوان بکنن. حالا اینها باید دفاع بکنن در اون مجلس از حقوق مردم و حقوق طبیعت و حقوق شهروندی و الاخر که خدمتون عرض کردن، و دولت هم در خدمت مردم باید عمل کنه. ببینید نقش عوض میشه، الان در خدمت قدرت حاکم است، اون موقع باید در خدمت مردم عمل کنه. اما میگن خب خدمت مردم تعریفش چیه؟ میگیم این حقوقی که داره، حقوق رو باید شفاف گفت. کاری که ما در این کتاب کردیم و در این قانون اساسی شفافش کردیم. 248 اصل اصول راهنمای فکر هست که شفاف هم هست که یکی نیاد کم و زیادش کنه. در مسئله حقوق شهروندی به چند وجه میپردازیم. انسان به صفت شخصی که دارای حقوق هست و این حقوقی ذاتیه، وقتی در اجتماع قرار میگیره دارای حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هم میشود. و در این چهار وجه که هر پدیده این چهار وجه رو داره باید فعال عمل کنه، نمیتونه بگه آقا من عمل نمیکنه. مثلا نمیشه وقتی در جامعه قرار گرفت شغل پیدا میکنه، ازدواج میکنه، فرزندش میره مدرسه، خودش میره دانشگاه، نقش پیدا میکنه در جامعه. چون نقش پیدا میکنه هم از بخشی از حقوق باید برخوردار بشه به عنوان شهروند، هم باید فعال بشه. حالا فعالیتش به چه نسبته؟ میتواند بگه من در رأی گیری شرکت میکنم، انتخابم بکنید، میخوام بشم نماینده شورا، شورای شهر، میخواهم بشم نماینده مجلس، خوبه؟ یا اینکه میگه نه میروم انتخاب میکنم. وقتی آدم میره انتخاب میکنه، مثلا میره یه رئیس جمهوری رو انتخاب میکنه، این رئیس جمهوری برای رنگ مثلا ریش بنفش آقای روحانی که کسی نرفت رأی بده، یا آقای رئیسی چون جنایتکاره که نرفتن رأی بدن، که قاعدش اینه که باید به برنامه او رأی بدی، که آقای رئیسی اصلا برنامه نداشت ولی خب از صندوق درش آوردن. ما راجع به این نظام حرف نمیزنیم، راجع به یک نظامی حرف میزنیم که مردم در اونجا حق دارن، از حقوقشون برخوردار میشون، در اونجا مردم حق دارن که انتخاب بشون و انتخاب بکنن. اما شخصی رو که انتخاب میکنن، اون شخص برنامهش رو انتخاب میکنن. اون وقتی میره در مجلس یا در شورا میخواد فعال باشه یا سندیکا یا هر جای دیگه، او باید از حقوق مردم دفاع کنه، از حقوق طبیعت دفاع کنه، از حقوق زنان، کودکان، به هر شکل، بستگی به جایگاهش داره. پس نمیتونه به دلخواه خودش عمل کنه. برای اینکه به دلخواه خودش عمل نکنه باید اصل راهنما باشه در یک قانون اساسی، آن چیزی است که در این قانون اساسی پیشنهاد کرده. حالا چون من فقط یه مقدمه میگم، بعد دوستان البته میل دارم که اگر به من وقت بدید لازم مدیریت اتاق چند تا اصل رو هم براتون توضیح بدم. حقوق سیاسی از اصل، از اون 248 اصل، از اصل 80706 پرداختیم به حقوق سیاسی. حقوق اقتصادی از 107 تا 125. حقوق اجتماعی شهروندی 126 تا 134. حقوق فرهنگی شهروندی از 135 تا 151. بعدم حقوق شهروندان برای دادرسی عادلانه. خیلی مهمه که یک سری اصول هست که انسان در حقوق شهروندیش وقتی مسئله پیدا میکنه در قوه قضاییه باید از این اصول به اصطلاح وجود داشته باشه، عدالت اونجا اجرا بشه.
اما هر قوه‌ای را هم که توضیح داده شده، اصول راهنمای اون قوه را هم توضیح دادیم که چه حقوقی را باید رعایت کنه، اینهایی که نماینده میشوند و مسئول میشوند در مقابل مردم. حالا در جلسه قبلم راجع به مسئولیت صحبت بود و آقای سبزیان با احساس فراوان راجع به این مسئله مسئولیت شناسی صحبت میکردن و کاملا هم حرف درستی بود که میگفتن. انسان باید در مقابل اون وظیفه‌ای که انجام باید مسئولیت داشته باشه. نمیتونه بگه من نه مسئولیت ندارم و حالا بهم چون گفتن رفتم ضد حقوق بقیه عمل کردم. نه خیر، شما وقتی که به شما میگن یک کار رو بکنی باید متناسب با حقوق عمل کنی، نمیتونید که ضد او عمل کنی. این قاعده عمومیست. حالا پس بنابراین ما برمیگردیم میام در مسئله حقوق شهروندی. من در بخش حقوق سیاسی با اجازه شما یک اصل رو میخونم خدمتون و اون اینه که اصل 155 بنابر سه اصل، یکی اصل براءت. نه اجازه بدید من برگردم از اول شروع کنم خدمتون که از با حقوق سیاسی شروع کنم یه بندی رو بگم. الان یک لحظه میبخشید کامپیوترم جلوم پری. یک من با اصل 89 شروع میکنم. هر شهروند بر اداره جامعه خود حق دارد و بنابراین به عنوان عضو جامعه ملی بر در حقیقت اداره جامعه که این حق رو داره باید یا شرکت بکند، انتخاب بکند یا انتخاب بشود. این که خدمتون عرض کردم هر شهروند برخوردار از شرایط انتخاب کردن و انتخاب شدن هست. نمیشه گفت که شما نمیتوان. البته بعد در قانونی که میاد متناسب با اینکه نماینده باشد یا که رئیس جمهور باشد سن رو مرسوم میکنه. هست همه چون دنیا میگن مثلا زیر 30 سال نمیتواند، زیر 25 سال نمیتواند، یا بالای 75 یا 80 نمیتواند. اینها رو یه عموما، اما این حق رو داره که بره باید مثلا در انتخابات شرکت کنه. خدمتون عرض کنم در اصل 92 گفتیم بنابر اینکه حق رهبری قابل انتقال نیست، هر کس خود رو رهبری میکنه و در رهبری جامعه شرکت میکنه، پس بنابراین به برنامه یک نفر میرود رأی میدهد و او موظف است طبق اون چیزی که خواسته که بهش رأی داده شده از حقوق مردم دفاع کنه. این امر خیلی مهمه. اکثر مثلا دموکراسی ها میگن که طرف نماینده شده تا انتخاب شد میره تو مجلس، میره تو کمیسیون یه کار دیگه میکنه. نه، این ضد حقوق مردمه. مردم که بی خود نیست به تو رأی دادن. بهترین مدلش اینه که تمام مردم کشور در همه انتخابات بتوانند در همه تصمیم گیری ها شرکت فعال و مستقیم داشته باشه. ولی چون از لحاظ سیستم امکان پذیر نیست، فعلا در حال علمی که امروز با هم حرف میزنیم امکان داره 5 سال دیگه اینکه آنچنان علم روابط عمومی یا علم تکنولوژی کامپیوتر پیشرفت کرده که هر کسی میتونه تو خونش بشینه برنامه رو گوش بده، نیم ساعت بعدم کلیک کنه که من موافق هستم یا نه، رأی گیری کنه برای بسیاری از موارد کشور. اما هنوز به اون مرحله نرسیدیم. پس بنابراین اون نمایندگانی که انتخاب میشن باید در جهت مردم عمل کنن. خدمتتون عرض کردم 5 دسته حقوق وجود داره: حقوق انسان، حقوق شهروندی انسانها، حقوق طبیعت، حقوق اقوامی که در یک وطن هستن و حقوق یک وطن به عنوان عضو جامعه جهانی. مردم باید در همه این حقوق به صفت شخصی فعال و در حقیقت به صفت سیاسی نقش باید داشته باشن. نقش رو پیدا میکنن در ارگانهای کوچک که انتخابات پایه‌ای میشه در سطح شهر و در سطح نمایندگانی که وارد شهرداری ها میشوند، نمایندگانی که از طرف مردم وارد استانداری ها میشوند و نقش پیدا میکنن این انسان ها در مجلس تا اینکه بتوانن اکثریت جامعه در حقیقت بتوانه از حقوق خودش دفاع بکنه و نقش پیدا کنه. این مسئله اساسی است. آنچه که بسیار مهمه اینه که دو قسمت داره: نقشی که مردم پیدا میکنن و باید عمل کنن، مثل جلسه گذشته که الان
یک ساعت پیش دوستان داشتن راجع به این که نقش ما صحبت میکردن، ما انسان ها، و یکی هم هست راجع به این که نه، اون کسانی رو که انتخاب میکنیم باید در جهت مردم عمل بکنه. من اجازه بدید از حقوق اقتصادی یک بندش رو فقط خدمتون عرض میکنم. داشتن غذا، پوشاک، مسکن، آب و هوای سالم و محیط کار سالم و آموزش و پرورش و بهداشت و بهداری و رشد از حقوق شهروندان می باشد. کی باید تأمین کنه؟ معلومه که شما یک عده رو، یعنی جامعه عده رو انتخاب میکنه به عنوان مدیرانی که باید بروند در امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی برنامه هایی بگذارن که این اصول محقق بشود برای هر شهروند. حالا ما در آلمان هستیم، خب اگر این دولتی که الان هست نتونه، بعد هم مرتب میاد پاسخ میده که چرا شد 3%، چرا شد 5%، چرا شده 7% تورم، اصلا سابقه نداشته در تاریخ آلمان. باید پاسخگو باشه. در ایران پاسخگو هست؟ نه، پاسخگوش اینه که آقای خامنه‌ای بیاد بگه دشمن خارجی، دشمن خارجی. اگر زنان رو اجبار میکنن به پوششی که اونها میخوان، که به عقیده من به عنوان یک مسلمان ضد دین است کاری که میکنن، خود پوشش ضد دینه ها، چون حجاب وجود نداره، اون چیزی که اینها میگوین اصلا وجود نداره در اسلام. اون رو میتونیم در یه جلسه با هم وارد گفتگو بشیم و بگیم چگونه است که میگوییم نیست، ولی این رو هم میگن حتی اونهایی که نوع دیگری از پوشش رو در کشور انتخاب میکنن، این کار خارجی است. اتم از کار خارجی است، اقتصاد از کار خارجی است، باران بیاید باران، هر چی که شما بگی میگن دشمن مقصره. خب این نمیشه، این رو شما یه اداره انتخاب میکنن که این امور رو باید بتوانن، و اگر ناتوان هستن بخش ناتوانی رو باید به مردم گزارش شفاف بدن. هر شهروند به برخورداری از بیمه های اجتماعی، برآوردن نیازهای اولیه، یعنی غذا و پوشاک و اینا که خدمتون عرض کردم، مسکن خدمتون عرض کردم، هوای سالم خدمتون عرض کردم، اینها رو موظف هستن که سازمانهای بیمه و تأمین اجتماعی برای کسانی که ناتوان هستن، در حقیقت این اجتماع هست که باید امکان رو فراهم بکنه برای کسانی که ناتوانی دارن، برای تأمین اون نیازهای اولیه‌شون که خدمتون عرض کردم. بعد کل جامعه با دادن مالیات هایی که میدهد و اون مالیات ها خرج عمران طبیعت میشه و در خدمت مردم ناتوان، باید فعال و عمل بکنه. و اگه نکنه باید بپرسی کجا خرج شده. در حال حاضر هیچ کس پاسخ نیست که ما چقدر این وطن ما خرج میکنه توی سوریه. اصلا کسی میدونه چقدر کشته داده تا حالا؟ نمیدونیم. چه طرحی رو دارن دراز مدت؟ کسی نمیدونه. در عراق ما چقدر هزینه میکنیم و به چه دلیل هزینه میکنیم؟ حالا باید عراقی ها بیان فوش بدن بگن که شما تو وطن ما چیکار دارید. در یمن چقدر ما خرج میکنیم؟ در لبنان چقدر خرج میکنه؟ اصلا هیچ کس نار اطلاع نداره. در وطن چقدر آدم فقیر هست؟ این رو هم هیچ آماری به درش نمیدن. ما به عنوان کسانی که مسئولیت حس میکنیم، مثلا من میرم تحقیق میکنم که وضعیت معیشت مردم چیه، باید یه مقاله بیاری که تحقیق کنیم که وضعیت معیشت چگونه است، متناسب با او، هیچ کس هم پاسخگو نیست. ما به عنوان که عشق به وطن داریم و هموطنانمون این کار را انجام میدیم و جمعی که ما حقوق بشر مدافعش هستیم، میاییم آمار ارقام بیاریم، وگرنه اون مسئول نظام به قول معروف ککه چشون هم نمیگزه که بیان توضیح بدن. چرا؟ چون اونها حامی نگاهداران استبداد هستن. حالا در قسمت فرهنگی و در قسمت اجتماعی هم مواردی هست که نمیخوام طولانی بشه، چون که خدمتون عرض کردم از اصل 87 تا اصل 151 پرداخت تا 157 پرداخته شده در این قانون اساسی که پیشنهاد کردیم به حقوق شهروندی، که اگر که دوستان علاقه داشتن ما میتونیم این چهار وجه حقوق شهروندی که سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است رو هر جلسه به یکی از اینها بپردازیم، توضیح بدیم که ببینیم چه نقشی شهروندان دارن و چه مسئولیتی
کسانی که انتخاب میشوند در مقابل شهروندان دارند و باید عمل بکنن. من کوتاه میکنم سخن رو و منتظر میشم شما عزیزان اگر صحبتی دارید، نظری دارید، با کمال میل من هم شرکت کنم و گوش بدم به حرفاش. تشکر جانم گذار، وقت ممنونم. دوستان اگر نظر خاصی دارید، حالا من یه سری سوالات دارم اما کسی نظری خاصی فعلا نداره. هر کس نظر خاصی داره لطفاً با بلند کردن دست به ما نشون بده. جناب گلزار، راجع به ساختار سیاسی، حالا شما راجع به ساخت فرمودید از بند چند تا چند ساختار سیاسی رو در واقع توضیح دادید، اون ساختار سیاسی رو شما توی اون حالا پیشنویس قانون اساسی از جای خاصی الهام گرفتید، از قانون اساسی خاصی الهام گرفتید؟ چون مثلا حالا اتفاقا چون جلسه قبل راجع به قانون اساسی پیشنهادی جناب آقای فخرآور صحبت شد، ایشون مثلا کامل یک جورایی الهام گرفته از خود قانون اساسی آمریکاست، دقیقا با همون مجلس پارلمان، با همون مجلس سنا و به اون شکل. من میخواستم اول از همه از شما بپرسم، شما این ساختار سیاسی رو بر چه اساسی پایه‌ریزی کردی؟ البته دوست داشتم بیشتر راجع به اون ساختار سیاسی صحبت بکنم، ببینم شما دقیق تر راجع به الان این چیزایی، این قوانین اولیه که شما فرمودید، یه سری حقوق تقریبا کاملا پایه و کلیه، اینها جزئی تر تعریف میشن و یا و به چه شکل و شما از چه ساختارهای موفقی الهام گرفتید؟ ممنون میشم. خدمتتون عرض کنم که حالا نمیخوام کوتاه، چون اسم آوردید توضیح میدم. آقای فخرآور اون متنی رو که پیشنهاد کرده، یه سری واژه هاشو، خب ما چیزی داریم به نام مجلس، حالا این رو بگیم که مجلس هم مردم میفهمن یعنی چه، بگیم حالا برش داریم میکنیش پارلمان، خب باش، حالا این چیزی تغییر نداده هنوز. بعد عمل کرد اون پارلمان چی چیه؟ میگه که دورش هم میکنیم 3 سال. ببخشید، به شما امکان نداره یه شرکتی، شما بشید شرکت مدیرش بگه این شرکت رو متحول کن تو 3 سال. میگه آقا 3 سال، من اصلا تا بیام سال اول یه چیزایی تغییر بدم یه سال اول تمام شده. خب ریاست جمهوری هم همینطور، ایشون مثلا میگه دورش 3 سال است. 3 سال میخواد چیکار کنه یه ریاست جمهور؟ حرف دنیا بر 4 سال و 5 ساله. ببینید شما، یک در جهان ما یه تجربه همه کردم، مثل یه لباسی که الان من پوشیدم، این لباس رو یه کسی نمیاد از روز اول شروع کنه خیاطی کردم. میگن نه آقا، در طول تاریخ الان چند هزار سال مردم لباس میزن، این لباس این تو مناسبه. کشورهای مختلف هم تجربیاتی کردن، مثلا کاملترین قانون اساسی رو از لحاظ حجم میگن قانون اساسی هندوستانه. آقا این به چیزی نیست که نپرداخته باشه. چرا؟ چون که در اونجا کاست ها زندگی میکنن، طبقه بندی اجتماعی وجود داره، کاست های نظامیان اجازه ندارن ازدواج کنن با به اصطلاح حسابگران، اونها اجازه ندارن با نجس ها ازدواج کنن، اسمشون از نجس، هیچ کس نباید به این طبقه از جامعه نزدیک بشه. اون قانون اساسی اومده اینا رو بشکنه، خیلی کارش سخت بوده. اول که جامعه هم داره الان 1.5 میلیارد جمعیتشه، اون از اون. مثلا در قانون اساسی آلمان اومده پرداخته، اول از همه پذیرفته چند اصل حقوق بشر رو، بعد در طول تاریخی که الان داریم تا به حال رسیدیم، یواش یواش اومده اصول قانون حقوق بشر رو اضافه کرد. مثلا در فرانسه 19 اصل رو اول پذیرفتن، اول 3 اصل رو پذیرفتن، بعد 19 اصل رو پذیرفتن، بعد اومدن این اصول بهش اضافه کردن. با این حال گفتن که چیزی که مهمه در همه بحثا، چون شما مسئله لایسیتر هم دارید و بسیاری از مسائل دیگه، نقشی که بنیادهای دینی بازی میکنن، بنیادهای سیاسی بازی میکنن، یه تجربه بشری است. آن کاری که ما کردیم متناسب با این تجربه بشری، میگیم دین و ایدئولوژی حق نداره وارد شه. خب اگه نباشه چی پس میتونه باشه؟ حقوقه. فصل مشترک من با شما آقای
منیری در چیه؟ در داشتن حقوق مشترک ماست. با خانم بیرجندی هم در حقوق مشترک ماست. من نمیپرسم شما از کدوم شهر میاد، چه نوع گویشی داری، چه نوع تحصیل داری، چه دینی داری، چه مرامی داری، هیچی مهم نیست. اگر من و شما بخواهیم با هم دوستی کنیم، بر اساس حقوق دوستی میکنیم. اگر هم مشکل پیدا کردیم، بر اساس حقوق باید رفعش کنیم، یعنی حقوق پایه انسانی. من میگم دو تا حقم هست، حق اختلاف نظر، حق اشتراک نظر. میبخشید آقای منیر، اینجا من حق اشتراک نظر با شما ندارم، اما این قدم حق اختلاف داریم با هم، اختلاف با هم داریم، ولی اینجا اشتراک خیلی داریم، این دوستی پایگاه. حالا پس برمیگردم سر مسئله. در دنیایی که در حال حاضر داریم، قانون اساسی هایی که اساسش باشه جمهوری بسیاری از کشورها هستن، مجلس باشه بسیاری از کشورها هستن، سه قوه داشته باشه بسیاری از کشورها هستن. در این قانون اساسی از لحاظ مدیریت یک قوهی به نام رسانه ها را پیشبینی کردیم، گفتیم نه، این رسانه های آزاد که در خدمت مردم، حق هیچ گونه سانسوری ندارن، رسانه های دولتی هستن که باید به اصطلاح اونجا عمل بکنن. اینم شده اضافه. ولی وظایف هر قوه رو متناسب با حقوق تعریف کردیم اونجا. اینه که کشورهای دیگه نمیکنن، مثلا متناسب با لیبرالیسم کردن، متناسب با اینکه سرمایه چه نقشی پیدا میکند کردن. هر کشوری متناسب با، مثلا آلمانی ها در تناسب اینکه بعد از جنگ دوم جهانی یک فاجعه تاریخی انجام دادن، قانون اساسیشون رو به گونه‌ای نوشتن که مثلا مسئله استقلالشون تضمین میشه، با اینکه چهار کشور تا چند سال پیش و هنوز در کشور اینها پادگان نظامی دارن. کاری که ما کردیم بعد از اینکه قانون اساسی نوشتیم، تو اون کتاب اومده بیش از 20 نفر به مدت 2 سال هر هفته 2 جلسه، هر جلسه 4 ساعت بحث کردیم. آیا از لحاظ حقوقی چیزیش کم هست؟ نیست؟ کجاش خدشه‌دار میشود یا نمیشود؟ حالا ما همه با همدیگه اگه بخوایم راجع به این قانون حرف بزنیم، دین هر کی داره مال خودش، مرام هر کی داره مال خودش، بنیادهای دینی هستن که نمیتونه باشون کار کنیم، مسیحی هست تو ایران هست، یهودی هست، مسلمان هست، از شیعه و سنی و فرقه های دیگه هستن، خب داشته باشن. حالا میخوایم ما کشور رو اداره کنیم و کشور رو مدیریت بر اساس اینکه زندگی بشه کرد و رشدش داد، بر چه اساسی؟ تنها راهی که میمونه فقط بر اساس حقوقه، و درستش هم همینه. اینه که در مقدمه اون کتاب هم نوشتیم که این قانون اساسی نه فقط به ملت ایران، به ملت های دیگر در جهان پیشنهاد میکنه که ول کنن این قدرت ها رو، بیان با حقوق آشتی کنن، بیان آشتی کنن. یه پیشنهادی به جهان داری میکنه، مثل اینشتین که اومدی یه پیشنهاد کرده به جهان، گفتن آقا مگه میشه الان تمام روابطی که هست در حوزه علم او به استناد نظریه او عمل میشه. این هم یک پیشنهادی است که یک پیشنهادی که برای که کاملا بشه در این کتاب آوردیم. 5 زمینه داره، مثلا راجب زنان، 30 نابرابری در رابطه با زنان هست، جزو زمینه هاش اومده. چه نوع اقتصادی در کشور نیاز هست در اونجا اومده، برای اینکه جامعه بدونه در آینده با چی برخورد میکنه. ببینید آقای خمینی که اومده، تصور مردم بوده که اون پیشنویس قانون اساسی که در روزنامه های کشورم چاپ شد یه عملی میشه. بنا نبود بگه یا روسری یا توسری، نگفت که، نگفتم من کسی رو زندان میکنم، نگفت کسی اعدام میکنم، زدش عمل کرد، چون که او تصوری که داشت رو میخواست حاکم بکنه. این قانون اساسی جلوی اون تصورها رو میگیره، یعنی که اگر جامعه به حقوق اقبال کند، حقوق انسان، حقوق شهروندی و حقوق شخصیش که باید برآورده بشه، باید در حقیقت اصولش متناسب باشد با حقوق که ما پیشنهاد کردیم. حالا اینکه من خدمتتون عرض کردم، 2 بند رو من خوندم، شما هر بندی زیر مجموعه داره. مثلا میرسیم راجع به حقوق کودک، مثلا میگید برای یه اصلش 19 تا زیر اصل داره. میرسیم به مسئله رسانه ها، یک اصل هست که در اونجا میگه که سانسور نباید باشه در رسانه ها، 29 تا زیر بند داره. تمام سانسورهایی که امکان داره در رسانه ها انجام میشه، زیر اون یه بند اومده تازه.
یعنی کاری کرده که فردا اگه کسی اومد یه رسانه‌ای زده خواست سانسور کنه، میگن نه آقا طبق قانون اساسی شما اجازه نداری، این اصل سانسور است که انجام میدی. امیدوارم که توضیح داده باشم کافی باشه. باز هم ممنونم بابت جواب کاملتون. حالا من نمیخوام صرفا دیالوگ بشه، اگر دوستان یا همکاران نظر خاصی دارن یا سوال خاصی دارن. بله خانم بیرجندی در خدمت شما هستی. ممنونم، درود عرض میکنم خدمت همه عزیزان و خسته نباشید جناب گلزار. من سوالی که برام فقط پیش اومد این بود که توی این قانون اساسی آیا مثلا مثل قانون اساسی ایران که حالا در انتهای هر کدوم از اصحاب یک مگر چیز باشه برخلاف موازین اسلامی باشه یا یک مگرهایی داره، آیا این قانون اساسی هم جاهایی ممکنه مثلا حالا نه به این صورت ولی در یه اندازه محدودیت هایی درش باشه حتی در مورد رسانه؟ نه خیر، ببینید نیست محدودیت از این بابت. خدمت مرد کنم، جای مگر و اگر نداریم. آنگونه که مثلا شرع حکم میکنن، اینا در قانون اساسی که در ایران حالا تغییرش دادن دیگه سال 68، در اونجا جا به جا میاد میگه آنگونه که شرع میگه. شرع رو نمیگه چی میگه، آنگونه که دین میگه، دین رو نمیگه چیه. فضا رو باز میذاره که بعد بتونه سوء استفاده کنه. ما آنجایی که مثلا میام میپردازیم به حقوق زنان، خب به جایی که بگیم مگر و قانون میگه، تمام مواردی که به حقوق زنان هست رو اونجا ردیف کرده. اگر میگیم قانون بشه، ببینید شما یه سری قانون دارید، مثلا یه قانون هست که اگر من رو گرفتن حق من هست که وکیل داشته باشم و این وکیل حقش که من انتخاب کنم نه دیگری برای من انتخاب کنه، درست؟ این یه قاعده است. حالا این قاعده رو میبرن در قوه قضاییه، میگن که خب اگر انتخاب نکرد چی؟ میگن یکی بهش پیشنهاد میکنه، میگن اگر دیوانه بود چی؟ اگر فلان بود چی؟ اینا اگرها رو میذارن. اما اون اصل که باید یه دونه وکیل داشته باشه میمونه. شما مثلا هست که زن حالا برفرض مثلا پوشش خود را انتخاب میکنه، درست یا نه؟ در آلمان هم بگیریم این قانون هست، درست؟ بعد یه خانمی یا یه آقایی فرق نمیکنه هر کدومشون، میگه من لخت مادرزاد میخوام بیام بیرون، یه نخ میبرنم دور دستم، میگم این نخ پوشش منه. میگن نه نه نه، پوشش تعریف داره، پوشش طبق قانون باید به گونه باشه این شکلی. من حدود 35 سال پیش یه جایی که زندگی میکردیم، یه خانمی بود، این متاسفانه دیوانه شده بود، هر شب ساعت 12 که نصف شب لخت مادرزاد بلند شد میرفت وسط شب، هم تو خیابون تو پیاده رو که میرفت همیشه هم پلیس میدونست، میرفت نمیگرفتش، سوار ماشینش میکرد میبرش خونه میرسوندش. و این میگفت که من نمیخوام پوشش داشته باشم، میخوام این شکل. اما نصف شب ساعت 1 و 2 اومد بیرون، خیلی هم یواش از کنار خیابون میرفت، پلیس میبرم گفت تو حق نداری این شکلی بیای بیرون، چون که یه قاعده داره. اما مسئله انتخاب اصله، انتخاب رو زن انتخاب میکنه، رنگش رو خودش انتخاب کنه، پوشه مثلا تحصیل حق همگان است. اینکه کی چه تحصیلی بکنه اصلا دیگه زیربند و تبصره نداره، که هر کسی میتونه تحصیل کنه، باید تحصیل کنه، چون حقی از حقوق هست. مثلا تا کلاس نهم باید برای همگان آزاد باشد، تا رفتن به دانشگاه و فارغ التحصیلی باید مجانی باشد. این یه قاعده است میذاری براش. حالا میگن فلان دانشگاه که درست شده اما رشته پزشکیش مثلا دندان پزشکی، یک سری وسایلی که استهلاک میشه رو باید هر دانشجو خودش بخره. این نفی نمیکنه اون که چی بهش میگن دانشگاه مجانیه، متوجه هستی؟ در تضاد باش قرار نمیگیره. اینه که میگن نه خب درسته، اما برای رشته مثلا میگن رشته مکانیک باید یه موتور بیام بذارم اونجا که نه یاد بگیرم. خب اینا دیگه هر کسی نمیره یه موتور بخره، اون دانشگاه در اختیارشون قرار میده. اینا موارد خیلی کوچیکی خدمتتون عرض میکنم، ولی در کلش نه، اصلی از دین مرام شرع میگوید چی میگوید نیست. شما 30 اصل حقوق بشر تنها که نیست که، شما این حقوق رو در رابطه با کودک یک نوع تعریف میشه، در
رابطه با زنان یه نوع تعریف میشه، کنوانسیون کودک، ببینید چقدر رفتن کار کردن، کنوانسیون های زنان راجع به حقوق زنان چقدر کار شده، کوشش شده که این حقوق که 5 دسته حقوق هست هر انسانی داره و طبیعت دارد و جامعه داره، اینها جا به جا در این قانون اساسی رعایت بشه تا جای برخورد نباشه، بلکه جامعه سعی کنه رشد کنه دیگه، یعنی امکان رشد برای همه فراهم بشه. کوشش برای این بود. البته من حالا راجع به قانون شهروندی گفتیم، برفرض بگیم فردای ایران مردم بگن که نه ما نمیخوایم این پیشنهاد رو، وظیفه ماست که جلوی مثلا اون افرادی که میگن نه خوب نیست رو بیستیم و توضیح بدیم ما خواهان این هستیم که این حقوق رعایت بشود. اونجاست که باید صف بیستیم. حالا اول انقلاب هم که شد، اون پیشنویس قانون اساسی رو چند نشریه به چاپ رسوندن، هر دفعه یه قسمتش به چاپ رسوندن، 7 تا 8 دونه حقوقدان میبردن نظر میدن راجع به اون، نظراتشون رو میبردن، کمبودش چیه همه رو میگفتن، ولی از اون طرف که این کار میکردن که جامعه بدونه داره چه اتفاقی میفته. این وسط آقای حسن آیت رفت یه پیشنهاد داد که ولایت فقیه رو وارد کنید، آقای منتظری پشتیبانی کرد، شده این بلایی که سر ما اومده، فعلا بر کشور ما حاکم شد، قرار نبود ولی شده. این یعنی این مهم اینه که ایستادن بر سر حقوقی که این بلایی که نه یه بار دو بار سه بار سر ما اومده، این دفعه دیگه سر ما نیاد، ما نجات پیدا کنیم، دموکراسی حاکم بشه. امیدوارم پاسخ داده باشه. ممنون گلزار. حالا تا دوستان سوالات دیگه مطرح بکنن، آقای گلزار شما راجع به حقوق فرمودید و خب قاعدتاً شما فرمودید دقیقاً شباهت چیزی که بین ماها مشترکه، همه ماها از یه سری حقوق مشترک برخورداریم و همه انسان‌ها حقوقاشون برابره که همه میدونیم و همه حقوق یکسان دارن. چرا من الان یه سوال می‌خواستم، چرا قانون اساسی کشورها متفاوته اگر بر اساس حقوق نوشته میشه؟ حالا خیلی‌هاشون به یک سمت دارن میرن، یک ساختار کلی مشابه دارن، اما چرا قانون اساسی ها متفاوته؟ مگه انسان ها فرق دارن؟ میخوام اتفاقا این موضوع رو مطرح بکنم که آیا قانون اساسی ها بر اساس اقلیم، بر اساس فرهنگ، بر اساس اقوام، بر اساس موقعیت جغرافیایی هم نوشته میشه؟ اگر اینها بر این اساس نوشته میشه، خب مگه چه تفاوتی بین انسان ها وجود داره؟ ما حقوق بشر رو پایه میدونیم و برای همه یکی میدونیم. من همیشه برام سواله که چرا قانون اساسی کشورهای مختلف، حالا حداقل کشورهای دموکرات منظورمه، کشورهایی که حقوق بشر رو مد نظر قرار میدن، چرا متفاوته؟ سوالتون بسیار اساسی، سوال واقعا خیلی خوبی است. ببینید کشورها که با هم ننشستن یک دفعه بگن یه قانون اساسی می نویسن. مثلا فرانسوی ها انقلاب کردن 270 سال پیش، حالا دقیق نیست که زمانش، انقلاب کردن، برادری و برابری و قضا برا همه رو کردن شعارش، چیز دیگه هم غیر از این نمیخواست. بعد اومده یواش یواش بعد از اون انقلابی که ملت کردن چت بلای سرش اومده، دیکتاتوری حاکم شده. آقای ناپلئون اومده گفت دو مرتبه من شاه هستم و دیکتاتوری در تمام اروپا و شمال آفریقا قدرت خودشو پخش کرد. این مردم یه تجربه دیگه کردن. آلمانی ها چه تجربه کردن؟ آلمانی ها یه تجربه دیگه دارن. هلندی ها چه وضعیت داشتن؟ یه کشوری داشتن بسیار کوچیک، هر لحظه امکان داشته این کشورهای مثل آلمان و فرانسه و انگلیس اونو بیان بخورن، این کشور رو ببرن جزء خودشون کنن، نوع دیگری زندگی کرد. اما در تمام این موارد نگاه میکنه قدرت اصل بوده. این که شما میگید ما اعتقاد داریم به حقوق بشر، این خیلی قشنگه، میگید ما داریم، اونا بله قرار نیست که بقیه هم داشته باشن. الان شما نگاه کنید صحبت هایی که افرادی که میگوین ما اپوزیسیون هستیم، وقتی که صحبت ها رو گوش میدید میگه
ما اعتقاد به حقوق بشر داریم، ولی از بعد از ولی شروع میکنه، نداره اعتقاد آزادی اندیشه رو، اعتقاد بهش نداره، آزادی کسی که با او موافق نیست رو اعتقاد بهش نداره. شما حقتونه که بگید که من اصلا یک دین و مرام 100% ضد مرام شما قبول دارم، حالا بگیم ضد اصلا یا نوع دیگری، خب حقتونه دیگه. آقا نشستی تو خونتون دلت میخواد کامپیوتر فلان بخرید مثلا میگیریم، میتوانید تو این کامپیوتر چه برنامه رو نگاه کنید، اینا حقتونه دیگه، منم حقم نوع دیگه. پس اگر این استقلال مالی دارید که کامپیوتری بخرید و نوعش شما تعیین میکنید، شما از استقلال آزادی برخوردار. اگه من بشم میگم آقای منیری شما حق ندارید، استقلالتون ازتون گرفتم، درجا آزادیتونم ازتون گرفتم. قضیه از همینجا شروع میشه. گروه هایی که میگوین آقا با خارجی باید زد و بند کرد تا بتوانیم به قدرت برسیم، نمیگه به آزادی ها برسیم، از همینجا شروع میشه. پس بنامه اصل استقلال میذارن زیر پا. اونجا دیگه این که میگید ما اعتقاد به حقوق بشر، ندارن اعتقاد به حقوق بشر. آقای پوتین مگه تو قانون اساسیش نمیگه ما اعتقاد داریم به حقوق بشر؟ حمله کرده، پدر اوکراین در آورده، داره هر روز جنایت میکنه. حالا بلند میشه میره ایران، در ایران هم میرن میشینن با آقای رئیسی، رئیسی به او یک قالی پیش هدیه میده که اصلا آدم تعجب میکنه، از مال ملت برای چی میبخشی تو؟ یکی از نفیس‌ترین قالی‌های جهان که میگن 3.5 کیلو طلا داره، چقدر فلان داره، از چه نوع ابریشمی درست شده، با چه نوع طراحی، در به ایشون هدیه، برای چی هدیه میدم؟ یه چیزی میخواد که این هدیه رو میده. چی میخواد بگه که ما نمیدونیم؟ اینا همون حقوقی که داره ضایع میشه. حالا میریم در کشورهایی که مثلا آمریکای جنوبی، اینا شدید ارتدوکس هستن، کاتولیک‌های ارتدوکس هستن، نمیپذیرن بسیاری از اصول رو. میری در عربستان سعودی، میگوید یک کسی را که میخواهید اعدامش کنید با شمشیر و یه ضرب، حالا بیانه راضیش کن که آقا اصلا اعدام نباشه. نه اینکه شاید تای دلشان واقعا خیال میکنن که حس خوب است یا نیست یا دین میگوید، نه، میگه هر مخالفی رو اینطوری میتونه از سر راهت برداری. هنوز جامعه جهانی و عقیده من به اونجا نرسیده که ما یک جهان داریم با حقوق مشترک. اگر این احساس داشت، امروزی که در ایران سیل میاد، اون کشور زلزله میشه، یه بیماری میشه، همه جهان باید برن به کمک برسن. نه، هنوز هر کسی برای خودش عمل میکنه. پس اون قانون اساسی مشترک نشده، ولی همونطور که شما هم گفتید و درستی، بسیاری از چیزها شده یک صفت جمعی. مثلا رئیس جمهور اگه انتخاب میکنی باید این شرایط رو داشته باشن. این ویژگی ها برای خیلی از کشورها مشابه شده، دزدی نکرده باشد، فساد نکرده باشد. اگر این رئیس جمهور انتخاب شد، اجازه نداره جای دیگه کار کنه، اجازه نداره اسرار نظامی یا غیر نظامی رو به دیگری بدهد. اینا شده یک قواعد عمومی، درست؟ همه یاد گرفتن راست میگه این کار باید. مثلا یک کسی وزیره اجازه نداره شغل دوم داشته، فقط یک کار میتونه بکنه که ما پیشنهاد کردیم، میتواند در دانشگاه از علم خودش در اختیار دانشجوان قرار بده. مثلا وزیر امور خارجه است، دعوتش میکنن، میگن ماهی یه دفعه بیاد برای دانشجوهای این رشته بشینی صحبت کنه. خب میاد میگه من این تجربه رو دارم، باید این شکلی عمل کنم، این شکلی نکنم. این خیلی کار خوبیه، اما نه در مقابل اینقدر پول. اونجا میرود کمک میکنه، به علمش در اختیار دانشجو قرار میده. حالا بعضی کشورها میگن نه، اون کارم اجازه نداره بکنه، بعد از اینکه شغلش تمام شد میتونه بره. اما خب تو ایران ما نگاه میکنیم، مثلا یه وزیر میبینی 8 دونه مدیر عامل هم هست، نماینده ها مجلس که قربونش برم تا دلتون بخواد شغلای دیگه دارن. خب این برای منافعش کار میکنه. به اونجا نرسیدیم. به خاطر همین قانون اساسی یک پیشنهادی است به جامعه جهانی که برای آزاد شدن و یگانگی اگر حقوق رو مبنا قرار بدی، خیلی از خشونت ها در طی زمان از بین خواهد رفت. چرا؟ که همه عمل به حقوق میکنن. هیچکس رابطه من با شما و با همه عزیزان و بالعکس میشه رابطه حق با حق. وقتی رابطه حق با حق شد، دیگه دعوا با هم نداریم، که یه جای اختلاف نظر هست با هم گفتگو میکنیم، یه جاهای اشتراکاتمون بیشتره و مشکلات کشور هم حل میشه. حالا من تا امروز
فکر کنم 8 مصاحبه کردم راجع به اصول راهبردی و 8 دونم راجع به 4 قوه که الان راجع به رسانه ها دارم با یک دونه کانال جمهوری هست با اونا صحبت میکنم، که اینها میشه یه مجموعه برای اینکه جامعه بدونه که در فردای ایران در حقیقت چه نوع تناسبی رو باید انتخاب کنه. حالا شاید هم بگن نه ما اینا نمیخوایم این شکلی قبول کنیم، اما به میزانی که انتخاب نمیکنه باید متوجه باشیم چه کلایی میخواد سر ما بذاره. میدونی؟ یعنی این قدرت خیلی جذابیتش بالاست. آدم ها راحت حاضرن از سر حقوق دیگری بگذرن. باید سفت و سخت ایستاد و از حقوق دفاع کن. بازم امیدوارم که پاسختون رو داده باشید. شما سوالاتون جلسات قبلم خیلی سوالات خوب و دقیقی میپرسید. من خیلی خوشحالم. ممنونم. نظر لطفتونه. حالا من اتفاقا میخواستم فقط شفاف سازی بکنم. پس با این تفاصیل تفاوت بین قانون اساسی ها در واقع اصلش اگر به همه به اون آگاهی برسن و از اون طرف حکومت ها هم صرفا حقوق مردم رو مد نظر قرار بدن، قاعدتا باید همه قانون های اساسی یه شکل بشن. اگر بپذیرن حقوق رو، ببینید انگلستان قانون اساسی نداره، اصلا ننوشتن براش. خب بله، چه شکلی کار میکنن؟ میگن یه سری قواعد داریم تو مجلسمون، طبق اون عمل میکنن. مثلا میگیریم در مجلس در سوئد از 400 سال قبل گفته کلیسا مطلقا اجازه دخالت در امور دولت رو نداره. اونا 400 سال جلو هن. بعد یه توپخانه گذاشتن، چند تا توپه. وقتی شما میرید شهر اپسالا، کلیسا اینجاست، یه 100 متر اونورتر مثلا یه چیز دولتشون اونجا بوده، یه قصریه. بالای قصره چند تا توپ هست به طرف کلیسا، گفتن هر وقت دخالت کرد با توپ میزنیم. 400 ساله. خب این تحول رو آلمانی ها نکردن. آلمانی ها هنوز دارن مالیات مستقیم میدن به کلیساشون. یعنی کلیسا پول میگیره از هر کسی که به اصطلاح مسیحی باشه. واسه بنابراین خیلی فرق میکنه، تجربیات خیلی متفاوته. اینکه نقش ندیم به دین و مرام. بیاده میگن فقط دین، نه فقط دین نیست، مرام هم همینطوره. در بسیار از کشور شما، آلمان مگه هیتلر بر اساس دین فاشیست بوده؟ یا در موسولینی مثلا در ایتالیا، یا استالین در چه میدونم روسیه، اینا که، یا آقای ماو، اینا که دین اعتقاد نداشتن، بزرگترین دیکتاتورهای قرن ما هستن. ایدئولوژی هم حق نداره، مرام هم حق نداره در قانون اساسی، بلکه تو قانون اساسی همش حقوقه. من میگم شما حق کار دارید، این نیاز به ایدئولوژی ندارین. شما میگید من حق انتخاب پوشش دارم، تمام شد، با حقوق حرف میزنید. مرسی. بله من به جوابم رسیدم. اما جناب خانم بیرجندی، ببخشید، بهتر بفهم. خانم بیرجندی در خدمت شما هستی. سپاسگزارم که این فرصت رو به من دادید. من فقط خیلی کوتاه میپرسم در مورد قانون اساسی که فرمودین، آیا در واقع نظام خاصی برای حالا حکومت در نظر گرفته شده درش، یا اینکه یا اینجوری هستش که مثلا میتونن مردم انتخاب بکنن اون نوع نظام رو که بخواد حالا در زمانی که اجرا بخواد بشه این قانون اساسی میتونن انتخاب کنن، یا که نه مثلا پیشنهادتون جمهوریه یا حالا هر چیز دیگه؟ ببینید، انسان ها از یه حقی برخوردارن به نام حق حاکمیت. حالا در قانون اساسی پیشنویسم تو همین جمهوری اسلامی حق حاکمیت دادن به مردم، گفتن ولایت از آن مردم است، مردم حق دارن در سرنوشت خودشون شرکت کنن. بعد میاد میگه که یه نفر رو ما انتخاب میکنیم، حالا به هر صفتی، میایم بهش یه سری اختیارات میدیم. یعنی بخشی از حق حاکمیت از مردم گرفته میشه، داده میشه به یه نفر. خب این یه نفر جای بقیه شروع میکنه تصمیم گیری های بزرگ. بعد از یه مدت که گذشت، تصمیم گیری ها رو به شخص نمیتونه بکنه، باید قدرتی رو که بهش دادن در اختیار یه عده هم قرار بده که با اونها بتونه
از اون قدرت بزرگ برخوردار بشه. این یواش 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 این میدان مردم رو کم میکنه، قدرت اون کسی که بهش اختیار دادن مثلا پادشاه رو زیاد میکنه. ولی فقیه، یعنی ولی فقیه هیچ فرق نمیکنه، سلسله پهلوی تمام شده، سلسله روحانیت شروع شده. ظاهرش اینه که ما جمهوری داریم، ولی در باطنش که نگاه میکنه یه قدرت مطلقه است در اختیار یه نفره که 4 وزیر اصلی رو اون انتخاب میکنه، وزیر داخله، وزیر خارجه، وزیر اطلاعات رو و اقتصاد رو. این 4 تا رو اون انتخاب میکنه، سیاست های کلی نظام رو اون انتخاب میکنه، تعیین میکنه، قراردادهای بزرگ در اختیارشه، رؤسای ارتش، سه قوه، اینا رو همه رو انتخاب. پس بنابراین یواش یواش از کسی که بنا بود فقط تشریفاتی عمل بکنه شده یک کسی که قدرت مطلقه داره. جمهوری فرقش چیه؟ جمهوری همه مردم نقش پیدا میکنن در شوراها، در مجلس، در اداره کشور نقش پیدا میکنه. یعنی شما تو این جمهوری همه رو میارید وسط که فعال بشن. نه که شرطش این نیست که آقای فقیه داشته باشه ها، یعنی کسی حاکم نباشه. بیایم دولت آلمان رو نگاه کنیم. در دولت آلمان یه تفاوتی که مثلا با فرانسه داره، رئیس جمهوری تشریفاتی عمل میکنه، درست؟ ولی یه صدر اعظم داره که مثل رئیس جمهور عمل میکنه. این صدر اعظم در خدمت مردم عمل میکنه طبق مصوبات مجلس. یعنی مجلس یه چیزایی تصویب میکنه که اون بعد خانم مرکل قبلا الان آقای شمید میان چیکار میکنن، این رو عمل میکنن، درست؟ اینجا دیگه شما کاملا همه چی شفافه. اگر خوب عمل نکرد این صدر اعظم، استیزاش میکنن تو مجلس، بیرونش میکنن. مثل دوره های ما 3 دوره تا حالا تو آلمان داشتیم، نه 2 دوره من یادم هست که نه استیزا شدن، بعد از 3 سال نتونستن برنامه‌شون رو پیش ببرن، بیرونشون میکنن. مردم میان تو انتخابات شرکت میکنن، از نوع یه نفر جدید انتخاب میکنن. مثلا آقای هلموت کول بوده 16 سال، بعد از اون رفته خانم مرکل اومده. خانم مرکل اومده، نه اون 15 سال بوده، این 16 سال سر کارش. ولی قبل از اینکه آقای هلموت کول بیا سر کار، آقای هلموت شمیت بود، یه دورم شد صدر اعظم. دور دوم انقلاب ایران شروع شد، در آلمان تورم خیلی رفت بالا. هلموت شمیت گفت من نمیتونم جلو تورم بگیرم، از کار برکنارش کردم یک نفری. پس امکان رو به جامعه میدن که جامعه از امکاناتش برخوردار بشه. حال تصور بکنید آلمانی ها بزرگترین صادرکننده جهان هستن با 1,000 میلیارد دلار در سال و یک کشور قانونمدار دارن. ضعف و قوت هم داره، راجبش حرف نمیزنیم ما، ولی کلن که نگاه فرانسوی ها نوع جمهوریشون فرق میکنه. آلمانی ها فدرال هستن، اونها استان ها رو فعال کردن مثل فدرال اینا. با این حال نگاه میکنه اقتصادشون بسیار پایین تر از آلمانی ها فعال شده، اما اونها هم سعی میکنن این حقوق رعایت بشه، همه تأمین باشن، این باشه، امنیتشون برقرار باشه اینا. شکل رو با هر شکلی با محتواش میخوره. شما مثلا اگه بگید من میخوام برم یه سری مبل بخرم، با محتوای خونتون باید بخوره. نمیتونه بگید محتوای مهم نیست فعلا میخرم مبل رو. محتوا و شکل با هم همسون هستن. برای اینکه یک دموکراسی رو ممکن کنیم، نیاز هست همه مردم در اون دموکراسی شرکت کنن و جمهوری فعلا بهترین گزینه هست که هست. البته مثلا آلمانی ها رو تجربه خودشون یا آمریکایی ها رو تجربه خودشون گفتن فدرال خوبه، سوئیسی ها هم فدرال قبول کرد، اما اینا از لحاظ تاریخی قبول فدرال نقش داشته. مثلا در آلمان همه ایالت هایی که وجود داره اینا پادشاه خودشو داشته، وقتی که کشور خواسته بشه جمهوری گفتن هر کدومشون مقررات خودشو نگه داره. پرچمان پرچمای قدیمه، هنوز همون پرچمان پادشاهی دوره خودشو اینا نگه داشتن. آمریکا یا بعد از جنگ به این توافق رسیدن که اگر جمهوری باشه دیگه اختلافات به وجود نمیاد از نوع جنگ داشته باشن. سوئیسیا 3 تا زبان 3 تا دونه فرهنگ مختلف اونجاست، یه دشون آلمانی هن، یه دشون ایتالیایی هن، یه دشون فرانسوی. گفتن خب میام یه جمهوری درست میکنیم، اما
این هر منطقه برای خودش مستقل بمونه. این کارو کردن، تونستن اون کشور. اگر نمیخواستن خب جنگ میشد، میشدن سه تیکه، به توافق رسید. کشورهای هم هستن مثلا مثل اسپانیا که یه تیکشو فقط کاتالان رو کردن جدا، گفتن شما فدرال یه قسمتی هستید، بقیهش نه مشترک. مسئله اونا منطقه ایست، آیا برای ایران فدرال خوب است یا نه میشه راجبش حرف زد، ولی که نوع حکومت مثل که شما مثلا یه شرکت بخواید درست کنید، اگر مقایسه کنیم در مقیاس کوچیک، میگه شرکتی انتخاب میکنیم که یک مدیر داشته باشه، شرکتی انتخاب میکنیم سه مدیر برای این شرکت. برای مدیریت اجتماعی که یک کشور اداره بشه بهترین نوع رو نوع جمهوری میدونن با پیشنهاد. حالا ما مثلا پیشنهاد کردیم دو مجلس داشته باشه، یه مجلس شورای ملی است، یه مجلس اقوام. در مجلس اقوام مجلس استانها، استانهای کشور که الان 30 خورده هستن، از هر استان دو نماینده میرن که مشکلات استانهای خودشون رو در اون مجلس گفتگو میکنن که از بودجه کشور سهم برای ساختن منطقه خودشون داشته باشه. خب اینو تو هیچ کشوری نداریم. حالا ما پیشنهاد کردیم برای اینکه کشور عمران پیدا کنه، همه پولا خرج تهران و اصفهان و مشهد و عراق و چه میدونم تبریز نشه، گفتن مجلس استانها درست میکنیم که این استانها فعال بشه. یا رسانه ها، تو کشورهای دیگه نیست، تو کشورهای دیگه رسانه دولتی داریم ولی رسانه به عنوان یه قوه نداریم که مستقل باشه. ما پیشنهاد کردیم، چیز خوبی هم هست اگر اجرا بشه، باید مردم بخوان. مردم از صحبت‌های مجلس هر روز اطلاع پیدا خواهند کرد، روزنامه دولتی و تلویزیون و رادیوی دولتی هر روز همه گزارش از وضعیت‌ها رو میدهد. حالا یه سری رادیو تلویزیون‌ها هستن غیر دولتی، اونا اگه بخوان سانسور کنن میکنن دیگه، چیکارشون کنه؟ اما اون دولتی حق هیچ گونه سانسوری نداره. رئیس جمهوری و نمایندگان مسئول هستن طبق این قانون اساسی که باید بیان اونجا گزارش به ملت بدن، ماهی یه دفعه به تناسب هر کدوم که مثلا چه وزیری چیکار میکنه. خب اونا در بعضی از کشورها این نوع گزارش دادن هست، خیلی نتیجه خوبی داره. خیلی کشورها میگن نه نباید باشه. اینا یعنی یه مجموعه است دیگه، مجموعه است که در دفاع از حقوق مردم. امیدوارم بتون خانم بجندی پاسخ داده باشم، چون اون مثلا ما راجع محتواش صحبت نکردیم، نیاز هست هر دفعه من یک جوری گزارش بدم یا توضیح بدم که یکم شفاف بشه که از چه بابت. اول اینکه ببینید هر گروهی که خود رو بدیل یک نظام بدونه، مثلا یه استبداد، یا بگید من اپوزیسیون هستم، وظیفه‌شه که به مردم بگوید برای وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی چه برنامه‌ای داره. و همونطور که نمیشه که بیاد به قدرت برسه، بعد مردم اون برنامه رو باید انتخاب بکنن. در حال حاضر متاسف هستم تعداد کسانی که برنامه به مردم ایران ارائه دادن خیلی کمه. امیدوار هستیم که در طول زمان بپیوندن و بیان برنامه های خودشون رو در اختیار جامعه قرار بدن. حالا اگر جمع شما لازم دید، میدونیم راجع به شهروندی مثلا بگیم بخش سیاسیشو میتونیم یه جلسه به اون فقط بپردازیم، مثلا اونا رو توضیح بدیم یا موارد دیگه. بنده که آقای گلزار به شخص 100% موافقم که دونه دونه اگر امکانش وجود داشته باشه دونه دونه بریم جلو. حتی خب حالا به هر حال آدم بیشتر آشنا میشه. یعنی البته حالا من نمیدونم آقای گلزار شما چند نفر برای این پیشنهاد گروه بودید دیگه برای نوشتن پیشنهاد داره؟ ما در درجه اول یک دوستی داریم که ایشون دکترای همین رشته رو داره و این از طرف سازمان ملل تا حالا در 3 پروژه خیلی بزرگ مسئول بوده. یکی این که در افغانستان بعد از این که تغییر کرد که اینا برن یک قانون اساسی بنویسن و قوانین قضاییشون رو که کاری با شریعت نداشته باشه، خیلی کار سختی بود. اما چون در ایران ایشون دکترا گرفته در رشته قضاوت اسلامی، بعد دکترا گرفته در به اصطلاح حقوق بین الملل، بعدم اومده در آلمان رفته به اصطلاح اینجا یه دکترا گرفته، کارش همینه، یعنی تو قانون اساسی.
بعد این خب سه تجربه خیلی بزرگ داشت، مخصوصا در تونس. تونس از اولش با اونها بود که چه شکلی قانون اساسی شدن پیش ببرن که این سنت رو نیارن توش، دین نیاد توش، که بالاخره اومده الانه که دو مرتبه خیلی هم قوی تر شده، و اینکه بتونن یه کاری بکنن که این قانون اساسی خیلی دموکرات باشه. خیلی اون به اصطلاح سهم خیلی بزرگی داشت از اینکه اطلاعاتش خیلی وسیع بود با کاری که ما کردیم. شخصی که بسیار تو این زمینه خوب کار کرده و در حقیقت زحمت اصلی رو کشیده اون آقای بنی صدر. آقای بنی صدر در پیشنویس قانون اساسی بوده، بعدم 65 سال تجربه، 73 جلد کتاب نوشته. او فقط 12 جلد کتاب داره راجع به دموکراسی مجموعه، و بعد همه حرفش هم همیشه این بوده که این دین و نهاد دینی حق نداره دخالت در قدرت بکنه. اون اصول که نوشته گفته که این اصول رو روش، ما دین رو نداریم، شریعت هم نداریم، اصول دیگه هم. او کار اصلی رو باز اون کرده. بعد ما یه گروه هستیم حدود 20 نفر، دو دفعه در هفته تقریبا 2 سال جلسه مرتب و منظم داشتیم و بحث‌های طولانی که هر کی میرفت تحقیق میکرد. مثلا یکی میگفت من قانون اساسی فلان جا رو خوندم، این بند رو این شکلی نگاه میکنه، اون میگفت نه مثلا، و بعد نتیجهش این شد که این حاصلی است که در حال حاضر در اختیار همه. خدمتتون عرض کنم برای 245 یا 48 دونه حقوقدان این فرستاده شد در داخل کشور که نظر بدن. برای احزاب سیاسی خارج کشور بلا استثنا فرستاده شده که آقا این یه قانون اساسی هست میتونیم. بعدم اینقدر مصاحبه کردیم راجبش که همه اطلاع پیدا کنن با این محتوا. خب حالا شما میگید ما به حقوق اعتقاد داریم، ما هم اعتقاد داریم باید بحث بشه دیگه. چند نفر اومدن میگن بیاد بحث کنیم. اون حقوقدانهای داخل یه عدهشون پاسخ دادن که این اصول بسیار خوبه، این که چگونه اجراش بکنی مسئله مونه. یعنی که شما حوزه علمیه رو داری، تو ایران هم که ماشاءالله یکی دوتا نداریم که تعدادشون زیاده، اونها میخوان دخالت بکنن. ما در دوره مشروطه و مصدقی و این انقلاب ما اینا اومدن دخالت شدید کردن. اینکه اینها نقش نداشته باشن موقعی ممکن میشه که جامعه بیاد فعال بشه. اگر جامعه فعال نباشه دو مرتبه اینا به شکلهای مختلف میاد. مثلا آقای حسن آیت که اومد که کوچرباری بوده، پیشنهاد کرده ولایت فقیه رو وارد قانون بکنه. آقای منتظری اولش گفت که ولایت فقیه رو که وارد کرد گفت ولی فقیه نظارت میکند بر قانون اساسی که عمل میشه یا نه، اما آخر عمرش اومد گفت که ولایت فقیه از مصادیق شرک است. به این رسید آقا این شرکه، متوجه هستی؟ خب اینها خیلی باید کار بشه که ما به گونه عمل بکنیم، مخصوصا زن ایرانی. هر کسی اومده خیال میکرده مثل که شما با یه دونه چم کموت سر کار داری، با یه دونه وسیله سر کار داری، هر کسی یه جور باش برخور میکنه. اینکه این بتونه آزاد بشه، مستقل بشه. 30 نابرابری رو ما در اون کتاب آوردیم که جهان شموله، در سطح کل جهان این هست. حالا خیلی هاش مثلا اگر بگوییم که مرد و زن یک همسر دارن و نمیتونه دوتا داشته باشی، خود تو قانون اساسی قسمت قضاوتش هم آوردیم. حالا بردا شریعت میاد میگه نه مثلا مرد حق داره 4 زن بگیره. حالا باید اونا بتونی باش کنار بیاد، باید بتونی بهش توضیح بدی، تحلیل کنی که بفهمه که نه این حق نیست. یا زن مثلا میگوین نمیتواند قاضی بشه، خب بی خود میگن که نمیتونه، خیلی هم خوب میتونه قضاوت کنه. اینها یه مواردی است که مشکل داری با شریعت، اما اگه جامعه بپذیره اونها مجبور هستن که بپذیرن. جسارت هم من فقط میخواستم اینم صدام هست که توی جلسه من به شما عزیزانم الان 18 نفر هستیم تو اتاق پیشنهاد میکنم اگر جلسات آینده دوست دارید ادامه بدیم مسئله حقوق شهروندی رو، یا مثلا بپردازیم به حقوق کودک، یا بپردازیم به زنان و مواردی که خدمتون عرض کردم که وجود داره، تبعیض‌هایی که هست، اینها رو میتونیم موضوع گفتگوی ما بکنیم، بپردازیم بهش، دیگر عزیزان هم بپیوندن که بتونیم مطالب رو شفاف بکنیم.
بالاخره این جامعه ایرانی باید آزاد بشه از دست این تبعیض هایی که وجود داره، حالا تبعیض قومی هست، جنسی هست، همه چی، مخصوصا حالا در جامعه ایران که واقعا زن هست که باید آزاد بشه، نه فقط از دست دولت، از دست روابط خانوادگی، این تعیین تکلیف هایی که میکنن، این تبعیض هایی که دختر و پسر رو تفاوت میدونن. حالا تو جدیدن یه آقای به من گفت خیلی جالب بود، گفت که یه نفری که خیلی آدم تحصیل کرده و چی و چی و چی هست، گفته من تصمیم گرفتم به پسرم همه چیز رو ارث میدم، دخترام یعنی چه که ارث بگیرم، برن همون که شوهر دارم بسشونه. آقا این چه شکلی به بچه هاش فکر میکنه؟ اصلا شما تعجب آدم نمیکنه که یه آدم تحصیل کرده هر تازه میگه اعتقادات مثلا مذهبی هم نداره، یه تصمیمی گرفته ضد حقوق. خب تو رفتار اجتماعی هم هست، شما نگاه کنید مثلا فرزندان به پدر چون نانآور خانه است یه نوع دیگه احترام میذارن، از لحاظ مادی ها، تا مادری که مثلا نانآور نیست خیال میکنن چون نانآوری اصله، در صورتی که تربیت اصله که مادر نقش بسیار بزرگی در این زمینه داره. حالا متاسفم که مردها نمیان در امر تربیت شرکت بکنن، مخصوصا شرکت فعال بکنن، این حق رو از خودشون ضایع میکنن، حیف که نمیکنن. یا اینکه بسیاری از اموری که خیلی ساده است در روابط خانوادگی میتونن یاد بگیرن مردها، یاد نمیگیرن. مایه دعوا هم هست مرتب، مرد نمیتواند یک تخم مرغ درست کند، مرد نمیتواند فلان کار رو بکنه، اونم تحقیر میکنه زنشه که تو هم بلد نیست این کار رو بکنی. خب این زندگی ها کاسته میشه. حالا در زمینه خانواده هم در اونجا پرداختیم که رابطه دوستی هست و عشق هست و از این بابت که رابطه این که احترام متقابل، اینا رو همه رو اونجا گفتیم در حقوقی که راجب خانواده اومده گفته شده، برای که اینا مبنا باشه، مبنا باشه که از لحاظ حقوقی مسئله طلاق هست و ازدواج هست، مثلا برگشتن به خانواده هست و کودک، اینا باید رابطه دوستی و صمیمیت باشه، تا اینکه جنگ و جدال و اینکه نقش پیدا نکنن خانواده ها به صفت دینی و غیر دینی که در امور فرزندان خودشون بی نهایت دخالت کنن. و این باید از بین بره و باید از بین بره تا این جامعه آزاد بشه. و اگه یک در یک جامعه زنانش آزاد نشن که تحول کنن، امکانی که در اون جامعه بگیم دموکراسی ممکن بشه نیست. این زن به صفت مدیر خانه، به صفت مادر، به صفت همسر، این باید آزاد و مستقل بشه، توانا بشه، بپذیرن که این تواناست. من در شرکتی که در اونجا مسئولیت دارم، هر زنی رو که استخدام کردم تمام مدت گفتم تو آدم توانا هستی، و به میزانی که تشویقش کردم توانایی هاش رفته بالاتر، هرچی تشویقش کردم. اون قسمت هایی هم که نخواست تواناییش بالا ببره، راسیاتش هر کاری بگید کردم که تواناییش بالا بره، نخواسته. میتونست آقا خودش تغییر بده، نخواسته، ولی خب اونجاهاش که تشویق شده تغییر کرد. و زنان از خودشون توانایی های فوق‌العاده نشون میدن که مردان نشون نمیده، یک نوع دقت عمل و یک پشتکار خاصی دارن در کار کردن که مردها به این صورت ندارن. اما مردها و زنها در کنار همدیگه یک مسئله و یک مشکل رو میتونن بهتر شناسایی کنن، حلش کنن در کنار همدیگه. و اینو باید در جامعه ما این نقش رو پیدا بکنن. زن ضعیفه است که آقایون آخوندا میگه، حالا در دین که میگه که ما شما رو برابر آفریدیم، بهترین شما نزد خدا پرهیزگارترینه، آخوندا میگن نه این ضعیفه است. در مسیحیت هم که میگن از دنده چپ به دنیا میاد، در هندو هم میگه که اصلا خداوند زن رو آفرید برای مرد، در فلسفه یونان هم که میگه که اصلا زن ارزشی که باید زندگی کنی نداره، انسان‌های بزرگ کسانی هستن که مرد با مرد زندگی میکنه. و این دید هنوز هم که هنوزه تو جوامع غربی زن رو افسونگر و غیره میشمارن. خب باید تغییر باید بکنه، بشه زن زنی است که تواناست و از حقوقش باید برخوردار بشه.
بعد یه تحول عظیم میشه. این کوششی است که در اون قانون اساسی هم شده که زنان جایگاه خودشون رو پیدا بکنن و این جایگاه بهشون داده بشه، نه که ازشون حذف بشه. الان یه جلسه جدیدن دیدم که یه بخشی از اپوزیسیون یه حدود 20 نفری نشستن همه دوره هم دوره یه میزی، فقط یه خانم تو اون جمع هست. حالا نمیدونم خانم تا چقدر فعال تو اون جمع اومده. آدم واقعا هم تأسف نمیخوره. حیف که در جوامع اینقدر ارزش گذاری نشده و فضا داده نشده که زنان بتونن راحت در بسیاری از امور فعال عمل کنن. ممنون آقای گلزار. صدا شما هستی ولی بله. تصویر ندارید؟ نه تصویرم با گوشی هست اما خب الان با لپتاپ صدام هست. خانم رهایی شما ظاهرت می‌خواستید مطلبی بیان کنید همچنان؟ اوکی پس بفرمایید. تشکر جناب منیری، خسته نباشید میگم خدمت همکاران و تشکر از آقای گلزار. من یه سوال حالا نمیدونم، شاید جلسه قبل بهش اینو پرداختیم ولی من متاسفانه چون حضور نداشتم این سوال تو ذهنم اومده که این اصول و پیشنویس قوانین اساسی که نوشته میشه، یعنی حالا خودتونم فرمودین حتی یه کشورهای و نظامهای دیکتاتوری و سرکوبگری مثل روسیه یا حتی الان حکومت ایران هم این قوانین اساسی رو دارن، ولی خود ما مثلا به عنوان یه فعال حقوق بشر روزانه این موارد نقض و این گزارشات نقضی که میاد از ایران، این اخبارها مغایرتاشو حتی با خود قوانین اساسی ایران داریم، مثلا اینو بررسی میکنیم و اینا رو میبینیم. حالا ولی مثلا یک کشوری مثل انگلیس قانون اساسی نداره چون اینو گفتین، ولی مثلا کشورهای خب قانونمند نظاممند برای مردم کشور خودش هست. یه سوال که اینجا برای من پیش اومده این که این قوانین اساسی کشورها یا حالا همین قوانین اساسی که شما مثلا میفرمایید، این چه ارگانی میتونه باشه که حالا حتی همسو با خود دولت نباشه که فقط این وظیفش این باشه که این قوانین اساسی حتما اجرا بشه؟ چون توی ایران ما الان میبینیم قانون اساسی هست ولی در اصلا بهش عمل نمیکنن، اجراش نمیکنن، حتی ضدش دارن عمل میکنن. ولی این که این قوانین اساسی به نظر من خیلی خوبه، ولی چه ارگانی میتونه تضمین کننده باشه که این قانون اساسی اجرا بشه؟ چون عمل بهش مهمه. این که مثلا ما توی این 43 سال دیدیم که خب بوده ولی عملی انجام نشده، ولی این که چه ارگانی میتونه. سوالتون بسیار اساسی است. ببینید یه قانون اساسی وقتی بخواد بهش عمل بشه، همه کشورها که پیشرفته هستن دارن، یه تو قوه قضاییه قضاتی هستن که کارشون نظارت بر اجرای قانون اساسی است. مثلا در آلمان تو کارلسروه دفترش اونجاست، 9 تا قاضی هستن، شما میتونید شکایت بکنید بگید طبق قانون اساسی باید فلان کار انجام بشه، مثلا نشده برای من. مرتب مردم نامه میدن به اون مرکز، اون نگاه میکنه آیا با این اصول قانون اساسی مثلا این تقاضایی که این کرده یا شکایت کرده میخوره یا نمیخوره. حالا خدمتون یه موضوع میگم، در آلمان تو دوره هلموت کول 20 سال قبل مثلا بودن، گفتن یک همه پرسی میخوام بکنیم که این همه پرسی خیلی به ملت آلمان کمک میکنه و اقتصادش خیر. بعد این فرم هایی که درست کرده بودن در اختیار مردم قرار دادن، تو فرما چند تا سوال بود که خصوصی بود و دو تا معلم نامه نوشتن و اعتراض کردن به این که آقا این چیزی که شما چاپ کردید مسائل خصوصی مردم رو دولت حق نداره اطلاع ازش پیدا کنه. برای چی این سوالا رو کردید؟ رفت اون دادگاه
اون دادگاه رسیدگی به قانون اساسی است دیگه. اون قانون اساسی گفتن که راست میگه، حق دارم. 20 میلیون خرج شد، تمام کاغذا ریختن دو، از نو چاپ کرد. نگفتن اصل 3 و 4 و 5 چاپ نکن، گفتن حق نداره حتی تو کاغذ باشه، از نو چاپ کرد. پس بنابراین اونجا هست، تو اینجا تو این قانون اساسی هم همین پیش بینی شده. در قوه ببینید 4 تا قوه گفتیم، اینا همه باید مستقل عمل کنن. ما همیشه ذهنمون کاری نداریم الان در نظام ولایت فقیه، رئیس قوه قضاییه، رئیس قوه مجریه، اینا همشون باید در خدمت آقای خامنه‌ای باشن. خب نه، اینطور فکر نکنه. این سه قوه باید مستقل باشه. مثلا در آلمان قوه قضاییش کاملا مستقله. باز برمیگردم به دوره هلموت کول، وقتی که از ایران تروریست فرستادن و اومدن در رستوران میکونوس این مخالفین نظام رو کشتن، دادگاه که تشکیل شد، دولت ایران خیلی فشار آورد به حکومت دولت آقای هلموت کول که لحاظ اقتصادی و فلان نه این نظر این دادگاه ادامه پیدا کنه. فشار آورد قوه مجریه که آقای هلموت کول بود به قوه قضاییه که این دادگاه رو نگی دولت ایران مسئول بوده، و قوه قضاییه گفت اجازه نمیدیم شما در امور ما دخالت کنید. دادستانی که باید رسیدگی میکرد استیفا داد به اعتراض، گفت شما میخواید من مجبور کنید، من استیفا میدم. نفر بعدی که دادستان شد گفت من به شرط دادستان میشم که قوه مجریه هیچ گونه دخالت در کار من نکنه. ببینه این دوتا عمل کرده، ما داریم راجع به یه عمل کرده درست حرف میزنیم. پس بنابراین شما یه قوهی دارید به نام قضاییه، در اونجا قضاتی وجود دارن که رسیدگی میکنن، در اون قانون اساسی هم آوردیم چند نفر هستن، تا اونجا که امکان داره نسبشون باید زن باشه، اگر نبود نمیدونم مرد باشه، اما حداقل باید از زنان در اون قوه هم باشن. نه همه رو پیش بینی کرده و اونا رسیدگی میکنن به همه امری که شما گفتی، وگرنه خب راحت مثلا یکی میشه نماینده مجلس میذاره زیر پا کسی رسیدگی نکنه. این یه قسمتشه، ولی این تنها نیست. اون رسانه ها که خدمتون عرض کردم، روزنامه، رادیو، تلویزیون، اینترنت به شکل‌های مختلف، حق دارن، مسئولیت دارن به صفت شخصی و به صفت یه ارگانی که رادیو تلویزیون هستن بگن نه، این کاری که شما میکنه ضد حقوقه، ضد کرامت هست، ضد فلان هست، اینا الاخر باید این کار رو انجام بدن. حالا اگر که روزنامه ها و مثلا افرادی که در کار شخصی هستن این کار نکردن، اون بخش دولتیش مسئولیت داره طبق این قانون اساسی که رسیدگی کنه و هشدار بده، یعنی که در حقیقت افشا کنه مثلا رفتن یه فسادی کردن، این ضد قانون اساسی است. مثلا رئیس جمهور اجازه نداد دو شغل داشته باشه، رفته شده مدیر عامل یه جایی همونجا، کسی هم نمیدونه، اما یه نشریه فهمید باید به مردم بگه، وقتی گفت میشه شکایت کرد، وقتی شکایت کردی باید بهش رسیدگی بشه. این میشه کشوری که حقوق مدار است، یعنی از حقوق انسان، حقوق طبیعیش، حقوق شهروندیش دفاع میشه، اون موقع وضعیت ما درست میشه. اما اگر که نه، فعلا که دیگه مملکت داریم، مثلا شما حالا یه هموطن هستید، چقدر تا حالا ایران خسارت داده برای اتم؟ نمیدونه. حالا آقای بنی‌سر برآورد کرد گفت بیش از 1000 میلیارد لیست کرده ها، در چی چقدر ضرر دادیم، در چی چقدر ضرر تا کی، البته 4 سال پیش اینو داده بیرون، 4 سال پیش، سالا هم اضافه کنه برای چی؟ برای که آقای خامنه‌ای میخواد یه بمب داشته باشه، با این بمب میخواد چیکار کنه؟ هیچ کاری هم نمیخواد بشه. آیا این بمب، حالا سوال اساسی اینه، به نفع حقوق انسان و طبیعته؟ نه. پس چرا درست میکنه؟ نباید درست کنه. دو تا چهار تا. حالا در فردای ایران اگه این قانون اساسی باشه، میگن میخوان مثلا ارتش رو دو برابر کنم، میگن این ارتش که دو برابر میکنیم به نفع حقوق انسان هست، حقوق طبیعت هست، به نفع اقتصاد ایران هست، یه هیئتایی میگن از ضد حقوق، میگن خب اینقدر تانک نساز، مثلا میگیریم بیاد برید جنگل ها رو آباد کنه یا کارهای دیگه که باید انجام. امیدوارم که پاسخشون رو داده باشن. تشکر جناب گلزار، ممنون برای من. از شما ممنونم که سوال خیلی درسته کرده. خیلی خوب. ممنون از شما، مرسی که وقت گذاشتین و پاسخ دادین. آیش. ممنون جناب گلزار.
حالا اتفاقا تو این بحث یه سوالی برای من پیش اومد، یکی بحث همون رسانه ها، حالا نشریات، صرفا رسالت نشریات اینه و ما باید کلا این مسئولیت رو به عهده نشریات بذاریم، خبرنگارها، یا نه؟ حالا اتفاقا من میخوام یه سوال رو ترکیب کنم با یه سوالی که هفته ماه گذشته در واقع برام مطرح شد و فرصت نشد پاسخ کامل داده بشه بهش. اونم این بود که بحث ضمانت اجرا بود. ما باید یه مقدار روی، یعنی حالا شما همین الان خودتون فرمودید که یک سری از معیارهای اخلاقی باید داشته باشن انسانها که بتونن، حتی این فرمودید که توی قانون اساسی خیلی ها هست، یه سری معیارهای اخلاقی باید داشته باشن که بتونن اون پیش نیازهای گرفتن قدرت توی بعضی زمینه ها رو داشته باشن. هیچ قانونی وجود نداره که از طرفی اصلا، یعنی نخواد، یعنی کاری به گذشته دیگران نخواد داشته باشه و صرفا بخواد اون قانون، بر اساس قانون ما باید اون، مثلا اون قدرتمندان یا دولت مردان رو محدود بکنیم، نه بر اساس گذشته. یعنی هیچ جا نخواهیم بهشون اعتماد بکنیم که بعد بخواهیم به گذشتهشون نگاه بکنیم که ببینیم حالا اینا بر اساس گذشتهشون میتونن ضمانت بکنن اون وعده و وعیدهایی که دادن، تعهدی که دادن. یعنی فارغ از همه اینها، فقط صرفا ما به قانون اتکا کنیم و بگیم خب قانون این هست، حالا شما هر کی میخوای باش، هر کی بودی بودی، اما از الان به بعد دیگه یک چارچوبی وجود داره که شدیداً تحت نظارتی و شما به هیچ عنوان نمیتونید دست از پا خطا بکنید دیگه. اون وقت دیگه اینجا دیگه شما نمیتونی همچین کاری انجام بدی. همچین چارچوب و همچین ساختار قانونی هنوز وجود نداره. نه حالا من یه سوال از شما، شما ازدواج کردین آقای منیری؟ خیر. خب خیر. حالا اگر با یه کسی آشنا شدید، حاضرید بگید من اصلا کاری به فکرت و گذشتت و اینا هیچی ندارم، ما یه قرار میذاریم در آینده این کار رو بکنه، دو طرف میتونن تا این حد به هم اعتماد کنن که هیچی از هم ندونن، بگن حالا از فردا 4 تا چیز رو کاغذ بنویسیم عمل کن؟ نمیشه. شما میگید من با یکی آشنا میشم که ببینم این کیه، اون هم به شما آشنا میشه که شما کی هستید. اگر اساس رو بذارید عقیده و علاقه، سعی میکنید ببینید آیا عقاید مشترکتون برای تربیت، برای زندگی، برای همکاری، برای احترام به همدیگه چقدره، با هم آشنا میشه، میگه خب مشترکاتم خیلی، بعدم میگید علاقه تا چقدر به هم علاقه داره، اینا رو میکنید اساس. تا که اینا رو میخواد اساس کنید، گذشته طرف هم میاد جز میشه، چون در گذشته است که رشد کرده رسیده به امروز که با شما میخواد آشنا بشه و شما هم با گذشتهتون هست. حالا یه نفری که میخواد انتخاب بکنید، مثلا میگن ایشون برای ریاست جمهوری ها و حالا در آلمان برای صدر اعظم ها اینو انجام میدن، گذشته چیزش قضایی نباید داشته باشه. ببینید وقتی میخواد خودش رو کاندیدا بکنه برای مثلا میگیریم حالا ریاست جمهوری، مردم اعتماد میکنن به برنامهش، ولی قبل از او قوه قضاییه باید ضمانت بکنه که این پروندهش مثلا جنایت نکرده، دزدی نکرده، در فسادی شرکت نکرد. این جزء و چیزاشونه. یعنی همتون نمیتونه کسی بگه من میام تا دیروز مثلا مال مردم رو خوردم، حالا هیچ کس به کسی حرف نمیزنم، میام میشم رئیس جمهوری. مثلا در ایتالیا رئیس جمهورش گفت من 5 میلیارد پول دارم، 3 تام چیز دارم، برلوسکونی، من میتونم رئیس جمهور بشم. اینقدر پرونده در آوردن از فساد اینا، نتونستن ثابت کنن، خب رئیس جمهور شد. اینا باید باشه، نمیشه گذشته رو ول کرد، گفت گذشته مهم نیست. گذشته بسیار مهمه، اینکه انسان ها اعتقاد داشته باشن به این قانون اساسی. مثلا میگیم یه آدم فاشیستیه، میاد میگه آره من که حالا اگه بهم رأی دادیم میام به این قانون اساسی عمل میکنم. چه شکلی آدم فاشیست میتونه به این قانون اساسی حقوق مدار عمل کنه؟ یا مثلا میگیم آقای علم الهدا،
آقای علم‌الهدی میاد خودش رو کاندیدا میکنه برای ریاست جمهوری و میگوید معلوم است که من به این قانون اساسی اعتقاد خواهم داشت، وقتی اون از سر قدرت آن کار دیگر میکنه. نه، اونا گذشته هم خیلی مهمه و اون که علم داشته باشه، علم باید داشته باشه. کسایی که انتخاب میکنه بر اساس علمه و یه آدمی بیاد خیلی هم آدم خوبیه، علم مدیریت اجتماعی نداره و نمیتونید انتخابش کنن. اینها جزء ضوابطی است که میگذارن. حالا این رژیم ایران اومده میگه یه امتحان میگیرم که من مخالفشم، اصلا موافق نیستم که شما بگی که اسم کوها رو بگو و رودخانه ها رو بگو و بیاید بگی که یه دقیقه وقت داری اینه این شکلی بگو، دو دقیقه وقت داری. نه، باید بیاد برنامهش رو پیشنهاد کن. یواش یواش بهتر شده، باید بیاد بگه من چه برنامه‌ای دارم و در اون برنامه که میگوید مردم بشنون. اما این باید از 3 ماه قبل شروع کرده باشه. مثلا در کشورهای، حالا شما تو آلمان زندگی میکنید، بله آقای منیری، بله، ببینیم مثلا در آلمان وقتی میخواد انتخاب بشه از 1 سال قبل شروع میکنن، میرن شهرهای مختلف راجع به برنامهشون و با کیا میخوان کار کنن و به مردم توضیح میدن. بعد مردم میگن نه، این اگه انتخاب بشه با این کابینه میتونه مشکل کشور ما رو حل کنه. و اینا نمیرن. در ایران چی؟ 4 هفته قبل از انتخابات بود، هنوز اینا برنامه نداده بودن بیرون. این آقای رئیسی که اومده که اصلا هیچی نداد بیرون، گفت من میخواهم 250 صفحه بدم. اصلا ایشون تفاوت باور کنه از لحاظ اقتصادی، بسیار مسائل ساده اقتصادی رو نمیدونه. رئیسی بزرگترین صحبتی که قبل از انتخابات کرد گفت من اگر به من رأی بدید مشکل قیمت هندوانه و پیازتون رو حل میکنم. حداقل آدم میتونه بگه مسکنتون و پوشاکتون و چه میدونم لحاظ بهداشت یه چیزی به یک کمی کلمه قیمت پیاز هندوانه که مشکل مردم نیست که اینقدر ساده میگیرید. این باید اطلاع داشته باشه کسی که میخواد و گذشتش. و یکی از ایرادات آقای رئیسی اینه که حداقل در 270 تا یه همچین چیزی ایشون حکم اعدام داده. این باید پاسخگو باشه جلوی قوه قضاییه. نه، اومده شده رئیس جمهور برای اینکه آقای خامنه ای دنبال یه نفری میگرده به قول خودشون بسیار مقتدری که بزنه رو میز و همه ازش بترسن. به خاطر این آورده، اینه یک جنایتکاری رو آورده که همه تعظیم کنن. اگر به رئیسی تعظیم کنن جلوی خامنه ای که 100% تعظیم، اینو به خاطر این آورد، نه به دلیل دیگه. امیدوارم که پاسختون رو داده باشم و من خیلی خوشحالم که در جمع شما بودم. فکر کنم زمان ما به سر رسیده و سوالایی هم که کردید، همه عزیزان سوالای بسیار بسیار دقیق و شفاف. اگر جمع با هم صحبت کردید و خانم بیرجندی هم که مرتب در تماس هستن گفتید که موضوع خاصی رو میخوایم پیش ببریم، با کمال میل. اگر نه که میتونیم یک بخش از این 4 بخش حقوق شهروندی رو زمان داشته باشیم با جوش حرف بزنیم و شما عزیزان سوالاتون رو بپرسیم. جسارت منظورتون جلسات بعدی دیگه؟ جلسات آینده. بله بله، چون این جلسه که زمان ما تمام شده. بله تمام شده. بله من تعجب کردم. نه اتفاقا من یکی که به شخص موافق هستم، حالا دوم خود خانم بیرجندی هم باهاشون هماهنگ میکنیم که اگر امکان، آقای شفایی هم گفتن راجع به حقوق شهروندی خیلی خوبه که صحبت بشه. خب میتونیم به مواردی از حقوق شهروندی بپردازیم اگه مایل بودید، مثلا در بخش حقوق سیاسیش بگیم که حقوق شهروندی نقش دولت چیه، نقش مردم چیه، حداقل 3 تا 4 تا اصل رو بشه پردازیم. بعد اون رو بازش کنیم، شفافش کنیم و در مجموعه هم بعد نگاه کنیم تو مجموعه جایگاهش کجاست. اگه دوست داشته باشید، چون چند هفته دیگه است، من میتونم مثلا بگیم در بخش حقوق اقتصادیش یا حقوق اقتصادی و سیاسی بپردازیم مثلا به 2 تا 3 تا اصل رو و اون رو بکنیم موضوع گفتگوی ما. حالا اینکه دیگه بزرگواران و تصمیم میگیرن، خانم بیرجندی آقای پرویزی و خودتون، حالا به امید خدا. بنده که به شخص شدیداً مشتاق این موضوع هستم که حالا به قول معروف تک تک اصل‌ها رو بهشون بپردازیم.
آقای منیر شما میبخشید، من علاقه دارم بدونم شما چه نوع تحصیلی کرده؟ شاید کاملا بی ربط، من مهندسی برق هستید. آها بله، ولی جالبه، من تصور میکردم شما مثلا جامعه شناسی خوندید یا رشته های این شکلی، چون که وقتی سوال میکنه خیلی دقیق، حالا شاید هم چون به رشتتون به صلاح و مسئله ریاضیات و دقت در چیز داره خیلی دقیق و شفاف میپرداز، یعنی نکاتی رو میکشید، مثلا جلسه گذشته خیلی من خوشم، اینم همین تو این جلسه، اون جلسه بیشتر شما سوال مطرح کردید و هر جلسه که بوده هم تو آقای سبزیان هم که جلساتی که هستن اوشون هم خیلی علاقه دارن سوالات چیزی، ولی مهندس برق خوندید. حالا بهتون یه توصیه میکنم، تا میتوانید زبانتون رو خوب بکنید و خودتون رو به قول آلمانی ها ارزون نفروشید، برید تو رشته خودتون کار کنید، هم تواناییشو دارید هم ثابت کنید که من تواناییشو دارم. همین که آلمانی ها احتیاج دارن شما زبانتون خوب بشه، اجازه کار داشته باشید، معلومه که الان رشته های فنی رو بعدم حقوقتون بالاست، ارزشش اینه داره که بگید مثلا من 6 ماه یه سال شبان رو زبان میخونم، عالیش میکنم زبانمو، که خوندن و نوشتن نام فلان باشه، میری توی شرکتی بعد کار میکنه، وقتی شروع کردید حقوقتون سالانه از اولش از 40-45 هزار اورو به بالا شروع میشه، 2 سال که 3 سال که تجربه کردید میره بالای 55 هزار اورو، واسه بنابراین ارزش داره که این کار رو بکنه تا اینکه بگی زبان، نه که بگم شما، خیلی ها میگن زبان سخت است و نمیشه، بعد میرن یک کار خیلی ساده میگیرن با سالی 25 هزار تا و یک کمک از سوسیال و یک کرای خونه، این به درد نمی. شما استعداد چه داری و بسیاری از دوستانی که در جمع ما هستن در کانون آدم های با استعدادی هستن، حیفه که بگن نه و سخته و نمیشه. نه، آلمانی هم این ما هستن، من تجربه کار خودم هست که بعضی هاشون اصلا خیلی سخت با آدم برخورد میکنن، میگن خارجی هستی، ولی توانایی که نشون دادی با کمال میل میپذیرم، مخصوصا تو رشته های این شکلی که خیلی راحت. حتما براتون آرزوی موفقیت میکنم. ممنون، نظر لطفتونه. حالا توی همین جهت گام برداشتیم، اما حالا فارغ از همه این صحبت ها، حالا چون وقت جلسه هم دیگه رو به اتمام تموم شده، بله، من کوتاه دوباره از دست‌اندرکاران عزیز برنامه تشکر میکنم. دیگه حالا به انتهای جلسه امروز رسیدیم. جلسه امروز هم من میزبان مهمان جلسه هم جناب آقای جهانگیر گلزار بودیم که تحلیلگر و فعال حقوق بشر هستن. جلسه به شکل هم‌اندیشی بود با موضوع حقوق شهروندی در کدام جمهوری با کدام اصول. جناب آقای گلزار کوتاه راجع به ساختارهای اساسی و بنیادین یک قانون اساسی صحبت کردند. حالا چندین گزینه رو نام بردم. حتی راجع به یک سری حقوق، پایه‌های حقوقی صحبت کردند. راجع به زنان ایشون نکته‌های فرمودن. راجع به ضمانت اجرایی و ساختارهای ناظر بر اجرای قوانین اساسی صحبت شد. راجع به تفاوت‌های قوانین اساسی کشورهای مختلف بر اساس تاریخچه اونها صحبت کردیم، چند تا مقایسه داشتیم و البته خب مقایسه‌شون با جمهوری اسلامی که تقریبا غیر ممکنه، اما راجع به کشورهای دموکرات بیشتر صحبت کردیم. راجع به 2 تا از اصل‌های قانون اساسی پیشنهادی گروه جناب آقای گلزار صحبت کردیم و حالا به امید خدا در برنامه‌های بعدی بیشتر و دقیق‌تر راجع به اون مسائل صحبت خواهیم کرد و به این شکل جلسه رو به اتمام رسوندیم. من دوباره از دست‌اندرکاران عزیز منشی جلسه خانم سوانه بیژندی، مسئول صدا و تدوین خانم شهلا شاهسونی و ادمین های جلسه خانم ها زهرا رهایی و ایران دخت کیا تشکر میکنم. تشکر.
ممنون. سپاس.